رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، کلی منتظر بودم. فکر کنم چون یه 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من سریع میرم سراغ. کی گفته 20 دقیقه وقت داریم خانم؟ مگر من نبم باید برم تا آگهی ها هم دارم عزیزم؟ اما نه، همش 16 دقیقه مونده تا ساعت 12. حالا ببینیم یه چونه نزنیم، بفرمایید. آقای دکتر، من 28 سالمه، بعد پزشکی عمومی هم، یعنی الان تقریبا 3 سال فارغ التحصیل، 2 سال و نیم فارغ التحصیل شدم. بعد یه خانواده ایم که دارش کوچیک‌تر از خودم دارم، از من 7 سال کوچیک‌تره. بعد پدر و مادر و ما دوتا، بعد دیگه حالا همه هم تحصیل کرده و اینطوری. فارغ التحصیلی پزشکی من هم از تقریبا بهترین دانشگاهی که میشه گفت تو ایران گرفتم، کلا همیشه خیلی تاپ بودم و اینا. حالا الانم که تقریبا حدودا 3 ماه آمریکا، بعد برای همین تحصیل اومدم و خیلی همه چی تاپ و همه چی پوزیشن و اینا اوکی. بعد حالا با علتی که خدمتتون تماس گرفتم اینه که کلا من حالا راجع به یه ذره بک‌گراند خودم بگم، چه حالا درسی چه از لحاظ روابط. کلا توی ایران که بودم، تحصیلی رو که گفتم خدمتتون اینجوری بود و کلا همیشه خیلی تاپ بودم. حالا تا قبل از اینکه بیام دانشگاه، حالا از اون بگذرید، داستان روابط چیه؟ موضوع روابط آقای دکتر، من تو ایران که بودم، خب اول یه تایمی مثلا برای 4 سال اول تحصیلم دوتا فقط رابطه داشتم که همیشه با یه نفر بودم، یکیش مثلا 3 سال بود و یکیش 2 سال. و بعد دیگه اون دومیه که تموم شد کلن اپروشم عوض شد، یعنی با آدم های خیلی متعدد. و کلن هم مثلا آدمی بودم که حالا یه ذره اتنشن هم میگرفتم هر جا میرفتم دیگه. یعنی توی این 3 سالی که از فارغ التحصیل گذشت، این پترن من بود توی روابط. و حتی مثلا کسایی هم که اگه بودن، این اصلا برام وضعیت حالا چه تحصیلی و اینایی کسی هم مهم نبود. حالا اگه از بین این آدم ها یکی بودش که خب شرایطش به من خیلی میخورد و خودش میگفت حالا روابط رابطمون محکمتر بشه و بیشتر با هم باشیم و اینا، اصلا پس میزدم کلا. یعنی یه کاری میکردم که اون رابطه کلا تموم شه بره و یعنی همش پس میزدم. اینجوری بود روابطم. و خلاصه تو ایرانم که بودم، یعنی 3 سال که از فارغ التحصیل گذشت بعد اومدم، تو این 2 سال و نیم 3 سال اصلا خیلی کار خاصی هم نکردم، با اینکه دیگه همه دوستان تا اون موقع بالاخره یا رزیدنت بودن یا از اینا رفته بودن. من حتی نمیدونستم که میخوام برم بمونم چیکار کنم. ولی خب تو اون 2 سال و نیم دیگه حالا آروم آروم همین کارهای اپلای و اینا رو انجام دادم و اومدم و اینا. تو این مدت مثلا با چند نفر دوست شدی؟ زیاد بودن خیلی. حالا یه عدد به من بده. خیلی مثلا بالای 30 تا. حالا الان اینجا موضوع و مسئلتون چیه؟ چون وقت کمه متاسفانه. بعد مسئله که دارم کلا، من تو ایرانم که بودم، حالا نه اینکه بخوام که اومدم اینجا، یعنی اصلا خیلی حالت افسردگی رو داشتم، یعنی اصلا نمیدونستم میخوام چیکار کنم و گم و گیج بودم و اینا. اومدم اینجا، حالا این قضیه نمیدونم میخوام چیکار کنم که، یعنی هر چی چطور شما نمیدونید چیکار. شما اومدید اینجا بعد امتحاناتونو بگذرونید برید دنبال رشته یه تخصصی، چطور نمیدونی چی کار باید بکنی؟ آره همون توی ایران هم میتونستم بخونم و تو اصلا اون که تموم شد رفت، اون که اونو که گذاشت کنار عزیزم. آره یعنی چرا بی خودی میگید نمیدونم؟ شما دقیقا میدونید، شما تنها راهتون همینه که برید تخصصتون در امتحانا رو بگذارن اینجا برید درس بخونید. آره آخه حالا اینجا مسئله که اذیتم میکنه، اصلا نمیتونم بشینم درس بخونم، این از تنهایی و اینا خیلی اذیتم میکنه. یعنی انگار که مثلا دلم هم نمیخواد، اصلا از موقعی که اومدم اصلا هیچ تمایلی ندارم برم بیرون با کسی آشنا بشم یا حتی مثلا موقعیتشم. خب شما علائم منیک دیپرشن نشون میده، یه دو قطبی رو هستید. یه زمانی هست که خوشبین و مثبت و امیدوار و فعال و پر انرژی هستید، بعد میفتید. آره دقیقا این شکلی، یعنی انقدر که اینجا مثلا تنهام و اصلا دلم نمیخواد برم با کسی. حتی بوده مثلا شرایطش کسی هم هست، آدمی که ایرانی هم بودن مثلا، و خیلی شرایطشون برام میخورده که تنهایی مو بیام برطرف کنه، اصلا پس خب هم. خب همینه دیگه، مثل که من برگردم بگم که میخوام برنامه تلویزیونی ببینم، تلویزیون تو خونم هست روشنش نمیکنه، آخه معنی داره؟ آره این خواستم ببینم معلومه من یک دیپرشنه. و بعدم شما یه خشمی به صورت سنگین و شدید دارید، اون از کیه و از چیه؟
خشم دارم. کاملا پیداست، یعنی پیداست که یه چیزی، ببینید عزیز، یه مقدار حالت طغیان و اسیان دارید شما، یعنی یه مقداری ماجراجو و جنگنده اید. این از کجا اومده؟ آره اینجوری مثلا کلا ببینید بودم. معمولا برخی از اوقات بر میگرده، حالا به دلیل آسیب خونه بوده از جانب پدر و مادر یا برادر، یا برمیگرده به آسیب جنسی، یا برمیگرده به یک خیانت بزرگ، یعنی یه چیزی که شما رو برده در صف انتقام. آسیب جنسی و خیانت و اینا که نبوده، ولی مثلا چرا خانواده، خب مثلا من هم میتونم بگم خانواده تقریبا خیلی خیلی سختی رو داشتم، احتمالا این به خاطر اونه، اینی که شما میگین. یعنی تا برادر هم کاملا میدونید در این گونه خانواده های سختگیر برادر نقش خیلی ویرانگری میتونه بازی کنه. آقای دفعه اون کوچیکتره؟ نه خیلی اوکی، ما اون کوچیکتر از شماست؟ آره 7 سال کوچیکتر از من بزرگم. خب بس مادر چی؟ مادر آدم کنترل آره، کننده آره، عصبانی و عصبانی. خیلی اذیتم میکنه، حالا الان اوکی شده، ولی اون اوایل اصلا یه آدم خیلی سختگیره، وحشتناک، یعنی افتضاحیم، تمام به این دوستای من معروف بود. حالا از افرین یه سوالی بکنم، سوال به من بگید که شما از نظر ظاهر و زیبایی و اینا خوبی، درسته؟ آره، یعنی خوب هر جا میرم، مثلا تا الان که هر جا رفتم مثلا تمام بهتر و خیلی هم اتنشن میگیرم. و آیا سر وزنتون شما هیچ حساسیتی خودتون داری؟ آره دقیقا آقای دکتر، وزنم اوکیه. خب بعد یه تایمی مثلا دوست دارم خیلی اسکینی بشم، بعد نمیشم. آره دیگه، چون یه علائم واقعی از اون، ببینید عزیز، من یه احساسی از این که شما یک کمی با واقعیت میخواید اون رو دگرگون کنید، ضمناً یه خشم رو میبینم، نگران انورکسیان، نگرانی هستم که شما یه دفعه بیافتید رو این دید که من باید خیلی لاغر بشم، بعد دست به کارهای خطرناک بزنید. اتفاقا یه وقتی خیلی دوست داشتم توپر شم، تا همین مثلا پارسال، بعد انقدر که خوردم و حالا پروتئین و اینا قشنگ اونجوری شدم، حالا الان که اونجوری شدم دلم میخواد اسکیش، یعنی اصلا هر چی هستم دلم یه چیز دیگه میخواد، چه تو رابطه با ظاهر، چه خب من این حق دارم دیگه که بگم. چقدر دلتون میخواست پسر باشید شما؟ اصلا دلم نمیخواد پسر. الان نمیگم، بچگیتون رو میگم. اصلا هیچ وقت نمیخواستم بابا پسر. به هر حال ببینید، من میخوام بهتون یه هشدار بدم که شما توانایی آسیب زدن به خودتون رو دارید، چون یه آره زمینه ای از این اصلا خیلی، و انقدر که اینجا هم حالا اصلا انقدر تنها شدم و هیچکی دیگه دوستای خود، حالا دوستی هم نداشتم، تو ایرانم که بودم اصلا هیچ دوست دختری که نداشتم، همه رو با همه قطع ارتباط کرده بودم، یعنی اصلا همین جور که کجاست این، یعنی منو میگفتن. ولی مثلا برای که با برای که با پسرا بود دیگه. آره اونجوری بود دقیقا. بعد این دوستی هم که نداشتم، اینجا هم خب ندارم، ولی خب واسه خودم میرفتم میومدم و اینا، ایران چه میدونم، حالا میگم اصلا اینجا انگاری اومدم توی واقعیتی، گفتم این لایف استایل میدونم درستش اینه ها، قشنگ کار کنم، صبح پاشم بیام کارم بکنم، باید درس بخونم، یه دو تا آدم حسابی ببینم، آشناشم باشون، میدونم دقیقا درستش الان اینه، منتها اصلا انگاری دلم نمیخواد. نه دلتون نیست، مسئله اینه که یه ذره قصد تخریب خودتون رو دارید عزیز. ببین من از اون نگرانم، شما حالت یک کمی منیک دیپرشن رو دارید، یعنی کاملا پیداست، در این حال یه خشمی یا یه زمینه یه تخریب رو دارید، من اونو نگرانم میکنه که ظاهرا میخواید خوب و خوش باشید یا از دیگران انتقام بگیرید، ولی واقعا میتونید موضوع خودتون باشید. یه خانم روانشناس خوب آگاه اگر پیدا کنید میتونه بگه پیچ ذهن و زندگی شما کجاست، اگه دلتون خواست رو خطم بیاید میشه فهمید، چون یه چیزی در مورد شما باید فهمیده بشه. ولی ببینید عزیز، دو تا اصل هست، یک شما باید درستون رو بخونید، دوم قرار نیست تنها باشید با ویژگی هایی که دارید و باورهایی که دارید، کسی یا کسانی هم تو زندگیتون میتونن برای خودشون باشن که اون خلا و جای خالی رو پر کنید، یعنی شما هیچ مسئله و مشکلی ندارید. فقط گفتم تلویزیون تو خونه دارید، آرزوی تماشای تلویزیون، خب روشنش کنید، شما نگو روشنش کنید. دقیقا همین جوری هم، ولی مثلا الان هم که حالا اومدم اینجا، مثلا یکی از دوستام حالا پسر بودن، ایشون هم از ایران،
که با هم آشنا شدیم و اینا، حالا اونم میتونست بیاد، اومده الان پیش منه که مثلا اومده اون سر بزنه. بعد حالا الان یه حسی که دارم احساس کنم خیلی آره به اون وابسته، اصلا هم یعنی آدمی که به هم بخوره. اصلا شما وقت این تصمیم ها نیست عزیزم، روابط سطحی و گذراست که فقط برای پر کردن جای خالی که در وجود شماست و همین. بنابراین بهانه نگیرید. من پدرم آخه خودشون هم چیز این بعد روانشناسی رو میکردن و همیشه هم برم میگفت برو، حتی میگشت خودش پیدا میکرد. آخه من یکمی نگران زمینه ببخش خطت کنم هیستریانی که شما هم دارم، یعنی یه ذره شخصیت هیجانی نمایشی هم هستید، ترکیب اینا میتونه کار دستون بده. خواستید یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم، متاسفانه من باید خداحافظی کنم، ولی خوشحال میشم با تون حرف زدم. اگر خواستید بیاید با هم صحبت کنیم عزیز. مواظب خودتونم باشید، کاری نکنید که بعدم پشیمون بشید و اذیت بشید. همین، شما واقعا مواظب خودتون. من خیلی فکر میکنم برگردم مثلا ایران، اونجا کار شروع کنم و اصلا بمونم همون ایران. به نظر شما اگر حالا حوصله خوندن درس رو ندارید اینجا، ولی خب اونجا هم باید به درس بخونید، بدون تخصص کنیم تو این زندگی کنید. نه دیگه، میگم کار کن. قبلا هم حالا چون میکردم مثلا به عنوان پزشک عمومی. خب حالا خواستید بیاد با هم صحبت کنیم،